آقا من دوست دارم اون فونتی که دلم میخواد رو گوشیم باشه. تکلیف چیه؟ سلام به موبوکس دوست داشتنی. من مهدی شجری ام و امروز قراره که آموزش تغییر فونت توی گوشی اندروید رو با هم دیگه ببینیم. هم روی گوشی های سامسونگ رو بهتون یاد میدم، هم روی گوشی های شیائومی. پس اول قبل از اینکه بریم سراغ گوشی های سامسونگ، همین الان ویدیو رو لایک کنید. همین الان. دمتون گرم. خیلی ممنون. یه کامنت هم بذارید که طرفدار سامسونگید یا شیائومی یا یه برند دیگه. کامنت کنید ببینیم طرفدار چه برندی هستید. دمتون گرم. چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، حمایت بکنید. ممنونم. بریم سراغ گوشیای سامسونگی. اول از همه شما باید اپلیکیشن زد فونت 3 رو نصب بکنید، آیکونش رو ببینید، لینکش هم براتون میذارم. و همچنین که اینو نصب میکنید، یعنی دانلود و نصب میکنید، بعد فونتی هم که میخواید روی گوشیتون نصب بشرم از قبل دانلود کرده باشید. نکته ای که وجود داره اینه که فونتتون حتما باید فرمتش TTF باشه، OTF قبول نیست. وقتی اپلیکیشن زد فونت رو باز کردید میاد اینجا توی لوکال. وارد لوکال که شدید اینجا یه دونه AA داره، یه بیزبیلک این پایین هست، این دکمه. اینو میزنید میگردید توی فایلاتون و میگردید دنبال اون فونتی که دانلود کردید. بذار حالا من بگردم دنبالش ببینم میتونم پیدا کنم. مثلا انقدر که من فونت دانلود کردم، کجا بود؟ اینه؟ آیا به نظرتون؟ آره، مثلا من این سوبراش رو میخوام نصب بکنم. دقت بکنید که باز هم میگم اینجا باید TTF باشه. من اینجا انتخابش میکنم، این فونت رو اوکی رو میزنم و اینجا اپلای رو انتخاب میکنم. اپلای رو که بزنم اینجا توی گوشی های سامسونگ وان یو آی آل رو، این گزینه آخر رو انتخاب میکنیم، شروع میکنه به اپلای کردن، یه صفحه جدید میاره. توی قدم اول ما باید اول اینستال سامسونگ سنس رو بزنیم. اینستال سامسونگ سنس همون گزینه اول، اینستالش رو میزنیم و این شروع میکنه نصب کردن. الان که تموم شد ما کاری نمی کنیم، مستقیم میریم توی سیتینگ. وارد سیتینگ میشیم، توی گزینه سرچ فونت استایل رو سرچ میکنیم. وارد فونت استایل که بشیم اینجا فونت استایل رو میزنیم روی سامسونگ سنس، همون چیزی که اضافه کردیم. الان که این کار رو انجام دادیم، قدم بعدی اینه که تو همین سرچ بنویسیم اکانت اند بکاپ. میخوایم یه بکاپ از سیتینگ گوشیمون بگیریم. واردش که بشیم، وارد قسمت اکانت اند بکاپ که بشیم، اینجا بکاپ دیتا رو انتخاب میکنیم. تو این مرحله تیک سلکت آل رو بر میداریم، چون فقط باید از سیتینگ بکاپ بگیریم. اینجا تیک سیتینگ رو میزنیم و بکاپ رو میگیریم. این شروع میکنه به بکاپ گرفتن. بکاپ که تموم شد، قدم بعدی اینه که دوباره برگردیم به همون فونت استایل. ما این رو دان میزنیم، دوباره یه بک میدیم توی ستینگمون، دوباره فونت استایل رو انتخاب میکنیم، میریم توی فونت استایل، اینجا دوباره بر میگردونیم روی دیفالت. این دیفالت رو که انتخاب کردیم فعلا کار اینجا تمومه. دوباره بر میگردیم توی اپلیکیشن زد فونت، زد فونت 3، و اینجا به جای اینستال سامسونگ سنس اینستال اون فونتی که میخوایم رو میزنیم. الان اسم فونت من سوبراشه، اینو انتخاب میکنم. اول میاد اون سامسونگ سنس رو پاک میکنه، اوکی رو میزنیم و بعدش دوباره یه بار دیگه میزنم روش که این یکی رو نصب بکنه. و وقتی اون فونت مورد نظرتون این صفحه اومد، روی اینستالش میزنید و شروع میکنه به نصب کردن. حالا قدم بعدی اینه، ما دیگه هیچ کاری به فونت نداریم. دوباره وارد سیتینگ میشیم، میریم اینجا سنچ میکنیم اکانت اند بکاپ. دوباره وارد قسمت اکانت اند بکاپ میشیم، اینجا میایم روی ریستور دیتا میزنیم. ریستور دیتا رو که انتخاب کردیم، دوباره به همون روش قبلی تیک سلکت آل رو برمیداریم، چون فقط میخوایم دیتای سیتینگمون ریستور بشه. این رو که بزنیم، ریستور رو انتخاب میکنیم، این شروع میکنه ریستور کردن. ریستور که تموم بشه، همونطور که میبینید فونت گوشی من عوض شد به همین راحتی. در حقیقت این یه باگیه توی گوشی های سامسونگ که از طریق زد فونت میشه اینجوری فونتش رو عوض کرد. حالا من این فونت رو انتخاب کردم که یه ذره عجق و عجق باشه، شما تغییر فونت رو بتونید ببینید، کامل براتون مشهود باشه. اما پیشنهاد من برای فونت، فونت سان فرانسیسکو، فونتی که روی گوشی های آیفون هست، هم انگلیسی باحالی داره هم فارسی باحالی داره. خیلی ها با من میگن آقا فونت گوشیت موقعی که استوری میذاری چیه؟ فونت سان فرانسیسکو، که لینک دانلودش رو توی کانال تلگرام براتون میذارم. از همین روش میتونید فونت گوشیتون رو عوض بکنید. یه نکته ای رو بگم، اگر ما اینجا دان رو بزنیم میگه که میخوام بکاپ رو پاک بکنم. اینو بزنید لیتر، حالا نمیخواد پاک بکنی، بذار بمونه. الان فونت گوشی من این هست. اگر من دوباره برم توی اینجا سرچ بکنم فونت استایل و وارد تنظیمات فونت استایل بشم و این فونت استایل رو برگردونم روی دیفالت، فونت میپره. و اگر دوباره برگردونم روی سامسونگ سنس، دیگه نمیاره، چون که اون در حقیقت باگ بوده و اینجا الان سامسونگ متوجه میشه که یه اتفاقی داره میفته و شما مجبورید که این فونتی که نصب کردید رو دیلیت بکنید. پس
بعد از اینکه فونتتون عوض شد، اگر که میخواید راضی هستید و دیگه نمیخواید دست بهش بزنید، این تنظیمات فونت استایل رو برنگردونید روی دیفالت یا فونت دیگه، بذارید رو همون بمونه. این از گوشی‌های سامسونگ. خب همونطور که دیدین توی گوشی‌های سامسونگ در حقیقت از یه باگ ما تونستیم استفاده بکنیم که فونت عوض بشه. امیدوارم که سامسونگ این باگ رو نفهمه، جلوش بگیره، چون من اون فونتی رو دوست دارم که دلم میخواد. این از این. بریم سراغ گوشی‌های شیائومی که کار یه مقدار راحت‌تره و دیگه باگی در کار نیست. برو بریم. خب بریم سراغ گوشی‌های شیائومی که شما نیاز به دو تا اپلیکیشن دارید. علاوه بر زد فونت 3 نیاز به می فونتر هم دارید. لینک دانلود جفتش هم توی دیسکریپشن ویدیو میذارم براتون. توی گوشی‌های شیائومی کار یه مقدار ساده‌تره. وارد اپلیکیشن می فونتر میشید. اینجا دسترسی اول ازتون میگیره. همین اول وقتی زد فونت رو نصب کرده باشید اینجا سبز، اگر زد فونت نصب نباشه اینجا قرمز میشه. زد فونت 3 رو هم حتما باید نصب کنید. لینک های دانلودش رو براتون میذارم، اشتباهی نصب نکنید. توی این صفحه اول روی متد 3 یا همون متد 3 میزنیم. وارد خودش اورجینالی، یعنی به صورت پیش‌فرض میره روی زد فونت ها و اینجا زد فونت 3 که باز شد یه پرمیشن دیگه هم باید بدیم. این تیکر رو فعال میکنیم. دوباره این شیائومی موقع دسترسی دادن یه مقدار آدمو اذیت میکنه. اکسپت رو میزنیم، دوباره برمیگردیم روی اپلیکیشن، لودینگ میکنه واسه اینکه زد فونت 3 رو باز بکنه. منتظر میشیم. Few moments later. آفلاین مود. خب اینجا فهمیدیم که علی برداشته گوشیشو آفلاین کرده. خب آنلاین که بشه اینجا دوباره یه سری قوانین و رول ها رو میاره. اگری. دوباره این بیزبیلکه تو قسمت لوکال اینجا رو میزنیم، میریم سراغ اون فونتی که دانلود کردیم. اینجا مثلا فونت ها رو داریم، همش هم TTF. گفتی آوینی رو نصب کنیم، مثلا فونت آوینی، فونت فارسی رو ما نصب میکنیم. اینجا انتخابش که بکنیم اوکی رو میزنیم. توی این گزینه که میره رو تبلیغات که امیدوارم این کلوزش باشه، بله. خب اینجا اپلای رو که بزنیم، این توی این گزینه، یعنی گزینه‌ای که میاره، متد 4 می فونتر رو انتخاب می‌کنیم. وارد می فونتر میشه بعد از این تبلیغ. البته وارد می فونتر که شد، اینجا متد 3 رو انتخاب می‌کنیم چون کلا سه تا بیشتر نداره. متد آخر رو که انتخاب بکنیم شروع می‌کنه پیدا کردن اون فونته و یه مقدار زمان میبره لیست فونتایی که ما الان نصب کردیم رو نشون بده. آوینین اولی است. انتخابش که بکنم، خب روی اپلای که بزنیم اینجا ازتون میخواد که ریبوت بکنید. ما ریبوت رو میزنیم، گوشی میره واسه ریبوت شدن، یه ریستارت بشه و بعدش که بیاد بالا گوشی با فونت جدید میاد بالا. توی این روزای کرونایی دستاتون رو بشورید، خوب بشورید. امیدوارم که همتون از بلا و بیماری به دور باشید. خب فونت اومد بالا، یعنی گوشی اومد بالا. همونطور که میبینید حتی از این پایین هم معلومه که فونت عوض شده. الان نوشته ها رو ببینید، فونتش تغییر کرد و از این روش میتونید گوشی های شیائومی رو هم فونتش رو عوض بکنید. یه پک فونت باحال خوب انگلیسی فارسی مشتی توی چنل تلگرام هم میذارم، لینک چنل هم توی دیسکریپشن هست. اینم از گوشی های شیائومی، تمام. خیلی خوب، اینم از این گوشی های هواوی، آنر، LG، موتورولا. اینا رو هم شاید به این روش ها بشه، من تست نکردم چون اینجا نبود. بیشتر گوشی ها الان تو بازار یا سامسونگ یا شیائومی که سعی کردم این ویدیو پوشش بدم اون دوتا رو. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین. یه چیز دیگه بعد میگفتم، آها، گوشی های آیفون هم که کلا فونتش رو نمیشه عوض کرد، حداقل من راهی بدون جیل بریک نتونستم براش پیدا بکنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد همین الان ویدیو رو لایک بکنید، یه کامنت هم بذارید بنویسید خوشم اومد، بنویسید خوشم اومد. دمتون گرم، امیدوارم که به کارتون بیاد این ویدیو. اگر که فونت گوشیتون رو تغییر دادید، اگر دوست داشتید میتونید یه دونه اسکرین شات از مثلا صفحه ستینگتون که فونت عوض شده یا هر جای دیگه‌اش بگیرید، منو تگ بکنید، بنویسید که دمت گرم فونت رو عوض کردم، توی استوری اد کنید، منو منشن کنید، اد تو استوری میکنم. دم همتون گرم. هر چی دارم من از حمایت‌های شماست. پس لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که همه اینا باعث دلگرمیه. مرسی از همراهیتون.